دارم. مادر جوانی که در تنهایی وضع حمل کرده و به همراه کودکش از ترس جنگ به کشوری همسایه پناه برده. ما خیلی ترسیده بودیم. من چاره دیگه ای نداشتم چون همه فرار کرده بودند و باید به تنهایی زایمان می کردم. بعد تونستم دنبال بقیه روستا به راه بیفتم. او تنهایی یکی از 46 میلیون انسانیست که در میانه جنگ قدرت دو ژنرال در خطرند. با وجود پذیرش توافق آتش بس از پنجشنبه، درگیری ارتش و شبه نظامیان در سودان ادامه دارد و در افق خارتوم پایتخت سودان همچنان دود انفجار دیده می شود. این حمله ها عملیات تخلیه هزاران شهروند خارجی از این کشور را تقریبا ناممکن کرده. در یک سوی میدان، ارتش سودان به فرماندهی ژنرال عبدالفتاح برهان اعلام کرد برای کمک به تخلیه خارجی ها با تمدید آتش بس موافقت کرده. ژنرال محمد همدان دغلو، فرمانده شبه نظامیان موسوم به نیروی واکنش سریع سودان، اما میگوید در جریان آتش بس 3 روزه نیروهای او زیر بمباران بیوقفه قرار داشتند. او فرمانده ارتش را به تخریب و ادامه خشونت متهم کرده. در حال حاضر به نظر نمیرسه وضعیت بهبودی پیدا کنه. در نتیجه ما از تمام شهروندان آمریکایی میخوایم که هرچه سریعتر خاک سودان رو ترک کنن، چرا که نگرانی جدی درباره افزایش موارد نقض آتش بس وجود داره. در حالی که دولت‌های خارجی به ویژه آمریکا، بریتانیا، چین و عربستان سعودی توانستند برخی شهروندان خود را از آتش جنگ بیرون بکشند، سازمان ملل از فاجعه انسانی برای میلیون ها نفر سودانی خبر داده که جایی برای رفتن ندارند. درگیری میان ارتش و شبه نظامیان در خارتوم و دارفور دسترسی مردم محلی را به غذا، آب و سوخت دشوار کرده. جنگ تاکنون دست کم 500 کشته و 5000 زخمی به جا گذاشته. هزاران نفر هم آواره و به سمت کشورهای همسایه مانند چاد روانه شدند. دولت چاد که در جریان درگیری‌های گذشته سودان بیش از 400 هزار پناهنده را اسکان داده بود، حالا از کمبود منابع و بحران پناهندگان خبر می‌دهد. سودان که تنها چند ماه پیش امید این را داشت که به سمت دموکراسی حرکت کند، حالا در آستانه فروپاشی است. وضعی برخواسته از نزاع قدرت طلبان و جنگی که برنده‌ای نخواهد داشت. نیکی یزدانی، لندن.